وقت به خیر. من آرش آزرمی هستم در دوازده دقیقه آینده با اقتصاد هفته با شما همراه خواهیم بود در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بازار سهام در سالی که گذشت و چشمنداز بورس در سال جاری در سال 1399 بازار سهام شاهد اتفاقاتی بی سابقه بود از سیاست های تشویقی دولت برای هدایت سرمایه های خورد به بازار که به رکورد دو میلیونی شاخص منجر شد تا سقوط یکباره بازار که سوختن سرمایه ها و اعتراضات گسترده سهامداران را در پی داشت. مهدی سفهوند نگاهی انداخته به سیر تحول بازار سرمایه در ایران در سال 1399. سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه است. ما میخوایم مردم رو از یک طریق مطمئن، نه طریقی که امروز براش فایده داشته باشه فردا ضرر بکنه سال 99 بورس از یک بازار تخصصی به نقل محافل خانوادگی تبدیل شد تشویق مردم به حضور در بورس از سوی بالاترین مقامات حکومتی آزادسازی سهام عدالت و سودهای پنج درصدی روزانه ابتدای سال در بازار باعث شدند بسیاری از مردم برای حفظ سرمایه های خود در برابر تورم و عقب نماندن از قافله به جمع سهامداران بورس بپیوندند. با شروع سال، شاخص از حوالی 500 هزار واحد به مدت چند ماه در حال افزایش بود. در عرض یک ماه، شاخص دو برابر شد و مرز یک میلیون را شکست و درست در میانه ی تابستان، رکورد تاریخی شاخص کل بورس بالاتر از دو میلیون واحد ثبت شد. این اوج اما پایان رونق بورس بود. شاخص بورس از قله دو میلیونی طی یک ماه ریزش 20 درصدی را تجربه کرده و گذاران را در سلامت بازار مردد کرد با ادامه ی روند نزولی قیمتها در بورس اعتراضات گسترده سهامداران دیده مقابل سازمان و تالار بورس به پدیدهای هر روزه بدل شد دامنه اعتراضات به دخالت سیاسیون در بورس از مخالفان دولت همچون نمایندگان مجلس و دبیر تشخیص مسلحت هم فراتر رفت و به درون کابینه کشیده شد بازار سرمایه میدان رقابت سیاسی نباید بشه بازار سرمایه باید این باشه. ما اقلانیت رو حاکم کنیم بنابراین من نباید با دو تا سخن و دو تا مصاحبه ایکس ایگریک تحلیل کنم تحلیل بازار سرمایه اصلا باید بدون هواشی سیاسی باشه من خودم به دوستانم میگم میگم بازار سرمایه رو لطفا در امان بذارید از هواشی سیاسی در نهایت شاخص کل بورس 800 هزار بالاتر از کمترین و 700 هزار پایین تر از بیشترین مقدار یک ساله یعنی در کانال یک میلیون و هزار واحدی سال را به پایان برد. با مجموعی از رکوردهای مثبت در نیمه اول سال و رکوردهای منفی در نیمه دوم از سه برابر شدن ارزش ریالی بازار و صدور 25 میلیون کد بورسی جدید تا افت 50 تا 70 درصدی قیمتها و خروج حدود 80 درصد از پول حقیقی ورودی به بورس در روند سعودی بازار در نیمه دوم سال. مهدی سپهوند، ایران اینترنشنال اما برای اینکه نگاه دقیق تری بندازیم به وضعیت بازدهی شاخص های بورس در سال 1199 یک نگاهی بکنیم به دو شاخص اصلی یعنی شاخص کل و شاخص هموزن که بازدهیشون رو در طول سال بررسی بکنیم ببینیم به چه وضعیت هست خط زرد رنگ شاخص هموز رو نشون میده همینطور که مشخص هست در تیر ماه نزدیک به 200 درصد شد بازدهی شاخص نسبت پایان سال 98 اما بعد از اون کاهش پیدا کرد شاخص کل هم که با رنگ آبی مشخص هست مشخص در همون تیر ماه که اوج در واقع وضعیت بازار بود و اوج شاخص رو داشتیم نزدیک به 300 درصد شد بازدهیش اما نهایتا هر دوی این شاخص ها کاهش پیدا کردن در پایان سال تقریبا حدود 150 درصد به طور مساوی بازدهی دو شاخص اصلی بورس شد همینطور که مشخص است در یک فاصله اردی بهش تا مهر یک گپ و فاصله بین این دو شاخص ایجاد شد که اون شعار معروف شاخص ملت و شاخص دولت رو برای این دو شاخص فعالان بازار استفاده میکنن اما نهایتا همگرا شدن و در پایان سال به یک جا رسیدن صنایع بورسی رو هم یک نگاهی بهشون بندازیم صنایع پرمعامله بورسی هم ببینیم چقدر بازدهی داشتن در سال 1399 ده صنعت بانکداری، محصولات شیمیایی، فراورده های نفتی، خودروسازی، فلزات اساسی، گروه چند یه صنعتی محصولات غذایی بیمه سرمایه گذاری و انبوسازی املاک ده صنعتی هستند که بزرگترین صنایع بورسی بودند در سال 99 همینطور که میبینیم بازدهی اونها بیشترینش در گروه خودروسازی با 205 درصد که بیشتر از شاخص کل عملا بازدهی داشت شاخص قیمتی اون و کمترین هم در گروه محصولات غذایی که 34 درصد بازدهی داشت این گروه بزرگ بورسی همراه میشیم با آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ با ما هستند برای بررسی وضعیت بازار سهام آقای حسنیا خیلی خوش اومدید در گزارش هم دیدیم سال 99 سال پرنوسان و پرهاشیه بود برای بورس تحلیل شما از اون چه که در بورس در سال 99 گذشت رو بشنوید بله بسیاری از رکورد ها در بورس جابجا شد از افزایش و رشد شاخص تا افت شاخص تا حضور پرشمار سهامداران جدید عرضه سهام عدالت عرضه های مثل شستا که عرضه های بزرگی بود فروش و عرضه صندوق های قابل معامله دولت که سهام دولتی در اونها بود اینها همه اتفاقاتی بود که برای نخستین بار در سال 99 در بازار سرمایه شاهد اون بودیم همونطور که در گزارش هم آمده بود دو نیمه کاملا متفاوت رو بورس دنبال کرد از رشد نقدینگی نرخ تورم و انتظارات تورمی اگر به عنوان موتورهای در رشد در اون پنج ماه اول یاد بکنیم و اینکه به هر حال نقدینگی با توجه به دعوتهای مکرری که دولتی ها و حکومتی ها می کردن برای اینکه این سرمایه های سرگردان به بازار بیان و اونجا سرمایه گذاری بکنن تا اینکه ما شاید سرکوب بازارهای موازی بودیم همبستگی بازار با نوسانهای ارز رو در بازار ارز شاهد بودیم که با افزایش نرخ دلار در اون پنج ماه نخست رشد سهام رو هم به دنبال داشت با خودش بازار رو به بالا میکشید تا نیمه دوم که از میانه مرداد ماه تا پایان سال یک افت و یک نزول شاید کم یا بی سابقه را در بازار شاهد بودیم که بهانه اون در واقع اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت بود در عرضه پالایشی ها اون صندوق قابل معامله دوم که قرار بود که حتی اعلام شد که قرار هست که عرضه بشه اما در نهایت با اختلافاتی مواجه شد تا دیگر عواملی که بازار رو به سمت نزول سوق داد از بخشنامه ها و دستورالعمل های مکرری که در بازار تعین تکلیف کرد به شکل غیر اقتصادی برای بازار و همینطور قیمت های دستوری خارج از بازار مثل قیمتگذاری گذاری خود رو قیمت فولاد که همگی و همگی باعث شد که یک بیاعتمادی رو در بازار شاهد باشیم در نیمه دوم یا هفت ماه دوم که بازار رو به سمت کاهش و به سمت افت سوق داد یک نکته خیلی مهم و قابل توجه برای من به عنوان روزنامه‌نگار اقتصادی این بود که ما در نیمه دوم و در افت در اون دوران افت بازار شاهد اظهار نظرهای پرشمار سیاسیون بودیم از جمله اینکه نسبت به دستکاری بازار یا نسبت به تخلفاتی هشدار داده میشد و اطلاعاتی گفته میشد اما هرگز این اطلاعات این تخلفات به نتیجه مشخصی نرسید که بسیار بسیار عجیب هست بسیار ممنون آقای حسنی به شما برخواهیم گشت یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت این هفته بازار سهام اولین هفته کاری 1400 ببینیم وضعیت بازار در کل به چه صورت بود این دفعه این هفته شاخص کل بورس یک درصد کاهش پیدا کرد کانال یک میلیون و هزار واحدی رو از دست داد شاخص کل هموزن اما وضعیتش بهتر بود شش ده همه درصد مثبت که نشون میده شرکت های کوچک و گروه های متوسط عموما وضعیت بهتری داشتند ارزش معاملات خرد هم 32 درصد نسبت به هفته پایانی اسفند کاهش پیدا کرد 4750 میلیارد تومن تقریبا به طور میانگین در بورس روزانه این هفته معامله شد چهار روز معاملاتی رو داشتیم خواهیم دید و نهایتا خالص خرید اشخاص حقیقی هم نشون میده که بیش از 200 میلیارد تومن روزانه این هفته هم حقیقی ها از بازار خارج کردن در ادامه روندی که در اسفند ماه 99 دیدیم هرچند 18 درصد این کمتر شد اگر بخوایم دقیقتر نگاه بکنیم به نمودار هفتگی شاخص بورس ببینیم وضعیت شاخص به چه صورت بود دامنه کم نوسانی رو در شاخص بورس می‌بینیم بین یک میلیون و هزار تا یک میلیون و هزار واحد در یک دامنه 20.000 هزار واحدی تمام چهار روز معاملاتی هفته نزولی بود همینطور که مشخص است و نهایتا از کانال یک میلیون و هزار واحد هم شاخص پایین تر اومد صنایع پرمعامله بورسی رو همین هفته بهشون بخوایم نگاهی بندازیم نگاه بکنیم ببینیم پنج صنعت پرمعامله وضعیتشون به چه صورت بود هر پنج صنعت بازدهی قیمتشون منفی بود با توجه به اون جو کلی که در بازار دیدیم بیشترین کاهش رو گروه خودروسازی داشت که دو درصد در هفته اول کاری 1400 شاخص قیمت در اون کاهش پیدا کرد برگردیم به آقای حسنیا راجع به وضعیت بورس در سال 1400 هم صحبت بکنیم به آقای حسنیا این چشم این هفته حالا نیمه تعطیل رو همه میگن برای بازارها دیدیم خیلی مثبت نبود چه پیش بینی میشه از وضعیت بورس داشت در سال 1400 به عنوان اون عامل در واقع موتور رشد نقدینگی که کسری بودجه دولت هست این عامل کماکان پابرجاست در واقع میتونیم تصور بکنیم که کماکان در سال جاری هم رشد نقدینگی رو خواهیم داشت هم تورم رو اما دو عدم قطعیت بزرگ امسال هم اقتصاد و به تبع اون بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار میده یکی خب بحث تحریم هاست و بلا تکلیف بودن تحریم ها که کماکان این کشمکش برقرار هست و دیگری انتخابات ریاست جمهوری است که تا خرداد ماه این وضعیت بلا تکلیفی رو برای بازار و اقتصاد کماکان در حالت اما و اگر و انتظار برای اینکه چه اتفاقی میفته نگاه میداره بعد از اون تیم اقتصادی جدید یا حدسای جدیدی که راجع به آینده اقتصاد زده میشه در کنار اون عدم قطیت های دیگه هست که سرمایه گذاران رو به این نتیجه میرسونه که انتخاب بکنند کجا سرمایه گذاری خودشون رو ادامه بدن و این سرمایه رو انجام ممنون آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ با ما همراه بودید و ممنون از شما که با اقتصاد هفته همراه ما بودید تا هفته آینده بدرود